سلام دوستان، فراز هستم با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به زندگی امین تارخ و آخرین وضعیت بیماری این بازیگر دوست داشتنی میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. در همین ابتدا لطفاً برای امین تارخ، بازیگر قدیمی و دوست داشتنی تلویزیون و سینما دعا کنید که هرچه سریعتر بهبودی خودش رو پیدا کنه. سالها پیش هنگامی که سریال بوعلی سینا پخش می‌شد، شاید چیزی که بیش از ساختار کار و قصه جذابش به چشم می‌اومد، حضور جوانی به نام امین تارخ بود که هم چهره مطلوبی داشت و هم با دنبال کردن بازیش احساس می‌کردید چقدر اندازه و قالب اون نقشه. امین تارخ بارها در سالهای بعد ثابت کرد این برازندگی برای نقش تنها یک اتفاق گذرا و شانسی نبود و این او بوده که با هنرمندی و توانایی تونسته برای هر نقشی که بازی کرده شناسنامه ای قابل دفاع خلق کنه. استاد تارخ به تناوب در سینما و تلویزیون جلو اومد و هر بار هم در کارهایی که بازی کرد یکی از ستونهای استوار اون اثر شد. امین تارخ متولد 21 مرداد ماه سال 1332 در شیرازه و علاوه بر بازیگری مدرس رشته بازیگریه. از معروفترین نقشایی که وی ایفا نموده، نقش اول در مجموعه تلویزیونی ابن سینا بود. امین تارخ در شیراز متولد شده و تحصیلات ابتدایی و راهنمایی خودش رو در شیراز به اتمام رسوند. در سال 1356 از دانشکده هنرهای نمایشی دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و تحصیلات تکمیلی خودش رو در سال 1363 با کسب مدرک فوق لیسانس در رشته مدیریت فرهنگی به پایان برد. همسرش منصور شادمنش متولد سال 1333 در تهرانه و دختر پری امیر حمزه و خواهر فرخنده شادمنش بازیگره. لیسانس بازیگری از دانشکده هنرهای زیبای تهران رو در سال 1357 کسب کرد. فعالیت خودش رو در سال 1347 در تئاتر آغاز کرد. امین تارخ و منصور شادمنش سه فرزند به نامهای مانی، نیما و نامی دارند که هر سه در زمینه هنر فعالیت دارند. استاد تارخ به مدت 25 ساله که به عنوان هنرپیشه آزاد به فعالیت می‌پردازه و نقش‌های زیادی رو در فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی و تئاتر ایفا کرده. آقای تارخ هم به عنوان هنرپیشه و هم به عنوان عضو هیئت داوری در جشنواره‌های ملی بیشمار و همینطور به عنوان عضو هیئت مدیره خانه سینما حضوری فعال داشته. او همچنین به عنوان میهمان به جشنواره مسکو، ژاپن و آلمان دعوت شد. در سال 1373 اولین مدرسه بازیگری رو به نام کارگاه آزاد بازیگری در تهران تأسیس کرد که یکی از مؤسسات آموزش بازیگری سینما در ایران محسوب میشه. فارغ التحصیلان کارگاه آزاد بازیگری تا سال 1387 تعدادی از جوایز هنرپیشه برتر رو به خودشون اختصاص دادن. در سال 1379 این مؤسسه اقدام به برقراری ارتباط با سایر مدارس بین‌المللی آموزش بازیگری کرد و امین تارخ به مرکز فلیندرز درامای استرالیای جنوبی دعوت شد. او دو سال به عنوان مدرس در این دانشگاه تدریس کرد. تارخ در سال 76 به عنوان یکی از چهره‌های برتر احیای تئاتر ایران شناخته شد. بازیگری که با فیلم سینمایی مرگ یزدگرد به نویسندگی و کارگردانی بهرام بیزایی در سال 1360 آغاز به کار کرد. او در این فیلم در کنار بازیگرانی همچون سوسن تسلیمی، علیرضا خمسه و بابک بیات به ایفای نقش پرداخته بود. در سال 1363 با بازی در مجموعه تلویزیونی بوعلی سینا به نویسندگی و تهیه کنندگی مرحوم کیهان رهگذار به ایفای نقش پرداخت و به شهرت بیشتر رسید. بعد از بازی در فیلم‌های مرگ یزدگرد و سربداران در سال 65 در فیلم سینمایی چمدان با پروانه معصومی و خواهر خانومش فرخنده شادمنش هم بازی شد. اما امین تارخ، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون، در روز دوشنبه 28 شهریور ماه به دلیل مشکلات قلبی به بیمارستان منتقل شد. امین تارخ در حال حاضر مراحل درمان رو در بیمارستان سپری میکنه و برخی هنرمندان از انجمن بازیگران خانه سینما نیز پیگیر وضعیت او در بیمارستان هستند. در دهه 50 از دانشکده هنرهای نمایشی دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و در طول حدود نیم قرن فعالیت در عرصه بازیگری نقش‌های ماندگاری رو در سینما، تئاتر و تلویزیون خلق کرده.
او در سالهای گذشته با تأسیس یک مؤسسه آموزشی در حوزه بازیگری چهره مطرحی را به سینمای ایران مطرح کرده. آقای تارخ در 15 جشنواره فیلم فجر برای بازی در فیلم سینمایی ماه و خورشید سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد رو از آن خودش کرد و در دوره 24 این جشنواره برای بازی در فیلم سینمایی پرونده های هاوانا نامزد دریافت جایزه شد. همچنین این هنرمند برای نقش آفرینی در سریال به یاد ماندنی معصومیت از دست رفته برنده تندیس شبکه سوم سیما، تندیس حافظ و تندیس جشنواره عاشورایان شد. وی در سال 87 لوح افتخار هنرمند ملی رو هم دریافت کرد. آقای تارخ از سال 76 به عنوان یکی از چهره‌های برتر احیای تئاتر ایران شناخته شده و در 18 جشنواره تئاتر و فیلم فجر هم به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران و هم به عنوان یکی از کارگردان‌های هنری حضور یافته. در آخر تقاضا داریم برای این بازیگر خوب دعا کنید که هرچه سریع‌تر بهبودی خودش رو پیدا کنه. خب دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.